الله لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله الله الله، الله لله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین آفتاب از افق میمن دل کند آمد بر لب آینه زده لبخند آمد کوچه از همهمه بال ملک بند آمد آخرین برگه پیغام خداوند آمد میرسد از پر قنداقه سبزت برکات مقدم گلپسر پسر آمن خاتون سلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم سلام از میکنم خدمت یکایک یک شما بینندگان و سروران گرامی همراهان خوب و نازنین شبکه هادی تیوی در خدمت شما عزیزان هستیم در شام میلاد با سعادت سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سلاله پاکش حضرت صادق علیه الصلاه و السلام و تبریک میگیم خدمت یکایک یک شما بینندگان و سروران گرامی و همراه شما هستیم و در کنار شما در محضر کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین هجای رسولی از طرف خودم و به نیابت از شما عزیزان سلام از میکنم خدمت استاد محترم سلامت استاد بسیار خوش علیکم السلام و رحمت الله موفق و پیروز باشین ایام به شما تبریک و تهنیت و شاد باش عرض میکنم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلوات و سلام رسول الله و علی آله آل الله اللهم صل علی محمد و محمد و عجل فرجهم بینندگان عزیز و دنبال کنندگان گرامی سلام علیکم موفق و پیروز و شادکام باشین ایام ولادت با سعادت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و علی و سلم و همچنین حضرت امام صادق علیه السلام و, و به محضر همه شما تبریک و شاد باش و تهنیت عرض می کنم موفق باشید ما دای خیرتان فراموش نکنید و امیدوار هستم که از فرمایشات پیامبر گرامی اسلام و ائمه معصومین کمال استفاده را ببریم و در آخرت از شفاعتشان به شویم موفق و پیروز باشیم خب به رسم شنبه ها بینندگان عزیز که به حال مهربانی کردن سوالات هم رایی کردن ولی خب ما از ما خفه نشیم ما خب برنامه طوری چیده شد که چون در این روز بزرگ ما قرار گرفتیم که کمی شکل و شمایل برنامه عوض شود و باشه خرسی عزیزانی که سوالاتون انشالله عمری باشه در جلسات آینده مطرح میشه و اما امشب از محضر استاد محترم بهره میگیریم بله اصول ما امروز با موضوع عوامل موفقیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم انشالله که در خدمت شما هستیم و برای شروع برنامه اگر سلام میدانیم در مورد اوزایی که پیامبر بر حال در زمان به دنیا آمدن زای سیاسی فرهنگ اجتماعی یکم بر ما و بینندگان محترم تازه بفرم بسیار کار خوبی است و عوامل موفقیت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم در همه جوانب چه در تبلیغ اسلام و چه در سایر مسائل و دستگیری از فقرا نیازمندان و ظلم سیتیزی پیامبر و حمایت از مظلوم تمام اینا خب عواملی است که این عوامل بیرونی و عواملی که به شخص شخیص و نازنین پیامبر گرامی اسلام تعلق داره و ما خب سوال سوال خوبی است که در آستانه ولادت پیامبر گرامی اسلام یا در زمانی که پیامبر گرامی اسلام به رسالت مبعوث شدن اوضاع عربستان چه رقم بوده نعم. یا جهان چه رقم بوده در این زمینه تاریخ های مفصل نوشته شده است چه از کسایی که در مغرب زمین و در اروپا و جای دیگر زندگی میکنند و چه از خود ما مسلمانان نوشته و اوضاع تیره و تار و اوضاع بسیار بسیار بغرنج او زمانه توضیح داده ما تمام از اونها رو میبوسیم میگذاریم کنار یعنی وقت برنامه ما اقتضا نداره که کتابا رو بیاریم و اینجا توضیح بدیم ما از دو تا منبع خیلی مختصر برای شما اوضاع شبه عربستان را برتان ترسیم میکنیم یکی قرآن عظیم و شن که همیشه فصل الخطابه یعنی سخن اول و آخر را چی میگه قرآن, میگه و دیگه سخن مولا علی علیه صلات و سلام که در ادامه سلام. و شرح و تفسیر سخن قرآن است خدای تبارک و تعالی در قرآن سوره آل امران آیه سه به ما میفرماید که وعتصمو به حبل الله جمیع ولا تفرق میگه همه ایتان ریسمان الهی چنگ بزنین و تفرقه نداشته باشین یعنی اتحاد در دیانت بین خودتان داشته باشین و کرو نعمت الله علیکم به یاد بیارید نعمت هایی که خدای تبارک و تعالی به شما ارزانی داشت یعنی وجود نازنین پیغمبر گرامی اسلام تولدش نعمت بزرگ شدنش نعمت زندگیش نعمت به بعثت رسیدن پیامبر گرامی اسلام خودش نعمته که ادامش باز قرآن میگه که چی بودید و شما را ما از چی به کجا رسانتیم. رساندیم میگه از کنتم اعداءم شما کسایی بودید که بین همدیگر دشمنی, دشمنی داشتید یعنی جنگ صد ساله معروف و مشهوره دیگه جنگ های ده ساله 20 ساله 15 ساله کمتر یا بیشتر بین عربا معروف و مشهوره یعنی چیزی غیر از چپابول و غارت و دزدی و تجاوز دیگه چیزی نداشت. وقتا سر موضوعات خیلی خیلی جزئی سر هم داستانش معروفه دیگه ما نمیخوایم وارد تاریخ سر یک شطور که آمد در یک زمین یک بنده خدای چرا کرد یک جنگی به پا شد که سالهای سال یه جنگ بلد. طول کشید. میگه از کنتم اعداءا شما دشمن بودین فعلف بین قلوبکم ما بین قلب شما الفت ایجاد کردیم. ایجاد الفت بین قلب که دشمنن یعنی دشمن خونی پشت در پشت دشمن و کار خدای تبارک و فاصبحتم به اخوانا گردیدید شما به نعمت اسلام و نعمت وجود پیامبر گرامی اسلام برادر جای دیگه هم قرآن نه. میگه انما المؤمنون اخوه مؤمنین برادران یک دیگران. باز ادامه میده میگه شما چی بودید و کنتم علی شفا حفرت من النار شما دقیقا در لبه یک گودال پر از آتش بودید یعنی در لبه خیلی سخت است که حرکت در لبه, در لبه. در لبه پر از آتش البته خب یک تعبیر تعبیر به اصطلاح برای که مطلب را به ذهن ما مشخص کنه یعنی که انه شما در بت بود بودید شما در غارت بودید در تجاوز بودید در بد اخلاقی بودید در جنگ خود اینا آتش است و خود از اینا دامن انسان و جامعه را میگیره پس بنابراین میگه شما بر لبه پرتگاه بودید یعنی چیزی نمانده بود که پرت شوید داخل این حفره پر از آتش و برای همیشه دودمان و هستی شما بسوزد و از بین بره قزکم خدای تبارک و تعالی به واسطه وجود پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و, علی و سلم ان یعنی شما رو گرفت یعنی که انه مثلا دست برد شما رو از لبه پرتگاه نجات داد در دا یک جای گلستان و باغ سرسبز و مدنیت قرار داد ای اوزای شبه جزیره عربستان و کسایی که در او دوره زندگی میکردند و از نعمت اسلام و از چراغ پرفروغ اسلام محروم بودن پس خیلی اوضاع خراب بودن یعنی بله بله. عرب غیر شراب و قمار و نمیفهمم جنگ و زنکبازی و گپا چیزی دیگه ای نداشتن یعنی از تمدن و مدنیت اصلا خبر نداشت. فقط از نظر شعر و ادبیات در یک سطح خیلی بالای بودن بله. حتی در ایران باستان و در روم باستان با آن که دارای مدنیت و تمدن و شهرنشینی بودن اما باز اوزا بسیار خراب اختلاف طبقاتی ظلم بر مظلومین بردداری و ب ب ب الله. و و و این ولادت شر میشه گفت رقم که در یکی از بدترین فرهنگ ها و سرزمین ها بله دقیقا از زمانی که حضرت ایسا علیه صلات و سلام اروج کرد به آسمان چون ایسا که کشته نشده به تعبیر ما و ما سلبوه یعنی ایسا به سلیب کشیده نشده است بلکه پیش خدای و تبارواتا در آسمان رفته از زمانی که ایسا در آسمان رفت تا زمانی که پیامر گرامی اسلام به پیامبری مبعوث شد دوره میگن دوره فطرت با تی دو نقطه فطرت آه. یعنی دوره ای که خالی از پیغمبر, پیغمبر. بود و در این دوره حدود 600 سال 570 570 سال تا 600 سال نوشتن در این دوره اوضاع جهان کاملا دگرگون شد آه. یعنی خورشید اسلام در وسط یک شب دیجور و سخت و ظلمانی سمانی. و تاریک و سرد طلوع کرد خورشید عالم تاب اسلام طلوع کرد حضرت علی علیه سلام میفرماید که شما در بدترین شرایط زندگی میکردین یعنی میگه در بین سنگلاخ ها و در بین مور و مارهای اسم و گنگ و کور شما زندگی میکردین بدترین غذاها را شما میخوردین یعنی این غذاهای خشن که مثلا از هسته خرمار را آرد میکرده به عنوان غذا شما توجه داشته باش که چقدر و میگه از آب لجنزار آب گندیده میخوردید و بتها در بین شما به عنوان خدا و به عنوان الان معبود دانمه. بود یعنی کسی که بتی که از دست خودش ساخته حالا گاهی ممکن از خرما بوده حتی ام. از چوب بوده از چیزای دیگه و در مقابل ساخته دست خودش و کرنش میافتاده می خب پس خیلی اوزای شبه جزیره عربستان در آستانه ولادت پیامبر و در آستانه خورشید عالم تا اسلام خراب بوده بسیار تشکر می‌کنم استاد محترم موضوع یکم جالب شده میره چون که موضوع ما بود عوامل موفقیت پیامبر این تو که اوضاع احوالش شما توضیح دادین که خب هیچ چیزی که باعث موفقیت پیامبر باشه دیده نمیشه بلی. حالا بله. ببینیم ان در قسمت بعدی که مطالب شما با کجا میرسه و به اتفاق شما بینندگان عزیز سری میزنیم به اتاق فرمان و بعد از دیدن میان برنامه در خدمت شما خوبان هستیم مانده ام احمد پیمبر بود یا اتار عشق ماندهام احمد پیامبر بود یا اتار عشق بس که سلمان ها مسلمان کرد بابوی علی سلام مجدد از میکنم خدمت شما بینندگان و سبران گرامی با موضوع عوامل موفقیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مهمان لحظات شما خوبان هستیم در خدمت استاد محترم استاد می در ادامه شرایط اجتماعی که در زمان بله. یعنی ما به اینجا رسیدیم که اگر واقعا ما باشیم و کسایی که مثل ما فکر میکنه در او زمانی که پیامبر به دنیا آمد و بعد از چهل سال پیامبر مبعوث شد که جامعه غرق فساد و بدبختی و تباهی و تجاوز و جنگ و غارت بود به نظر ما اگر هیچ روزنی امیدی نیست این مردم رو کی میتونه آدم کنه ولی اندک زمانی نگذشت که وجود ناظرین پیامبر گرامی اسلام از این مردم جنگجو و خونریز و صفاق انسانهای شب دار انسانهایی که اهل ایثاره انسانهایی که اهل گذشته انسانهایی که دست فقیر و نیازمند را میگیره انسانهایی که در مقابل ظلم و بیداد میایسته تراهم عَنْ سجدا محمد رسول الله والذين معه أشدوا على الكفار رحماء بينهم تَرَاهُمْ ركعا سجدا إنهم هميشه در حال سجده و در حال رکوع هستند بینشان الفت است و مقابل دشمن سخته أسكي از کی ساخت پیغمبر از یک همچین انسان هایی چه کار یعنی این خدمت یک قرن هم نبود نیم قرن هم بود بلکه در یک چهارم قرن مم. پیامبر گرامی اسلام اینا را خب استاد میگن برای زدودن یک خصلت بعد از یک فرهنگ، یک انگار نسل که 25 و 30 سال باشه نیازه بله. برای زدودن یک خصلت بعد بله. اما اسلام دن دن چه کرد؟ همه بله پیامبر گرامی اسلام خب عوامل متعددی نقش داشته یکی از عوامل عوامل بیرونیه یعنی جامعه انقدر غرق فساد و تباهی و بدبختی بود که همه به فکر ای بودن که کاش یک نفر بیاید و این بساط را چی کنه؟ جمع کنه یعنی جامعه مستعصل شده بود بردهداری تجاوز قارت و و الا الله و از طرفی شما هم در جریان هستید که یهودیانی که در مدینه ساکن بودند حالا طبق پیش بینی تورات اینا هم منتظر آمدن آخرین پیغمبر بودند بلنبار. و در اینجا سکنا گزیده بودند که اگر پیغمبر آمد ما از این پیغمبر دفاع کنیم و در مقابل مشرکین بیستیم پس اینا حتی زمزمهش در شبه جزیره عربستان هم ای که پیغمبری می آید و نجات می اینا داستان. پس بود پس عوامل بیرونی جنگ هایی را که گفتیم مردم مثلا از دست جنگ مستعصل شده بودند دنبال یک رای حل میگشتند که یک نفری باشد و بتوانند در کنار اون نفر قرار بگیرند و بر او تکیه کنند و این جنگ ها و آسیب ها از بین برود و اما خب عوامل دیگه هم که باز به شخص پیغمبر میگرده او نام خوشی از پیغمبر بود که قبل از اسلام در بین مردم آوازه پیامبر بلند بود امید. که می گفتن محمد امین یعنی هنوز پیامبر به پیامبری نرسیده بود در سن جوانی مثل شما بوده این شخص با رفتار و متانت و اخلاق چنان درخشیده که مشرکین ایره به عنوان محمد امین قبول داره هنوز پیغمبر نشده امانتهای خود می آوردن نزد پیغمبر می گذاشتن. خب از این پیغمبر کسی دروغ نشینده از این کس کسی دروغ نشیده خیانت نشینده ظلم نشینده تهمت نشینده کارهای قبی و زشتی که بقیه مثل آب خوردن انجام میدادن از این پیغمبر سر نزده, نزده. خب طبیعی است که پیغمبر در چهل سالگی وقتی یک مرد کامل شود و بگوید من رسول خدا هستم و هم تعالیمه، تعالیم پیامبرم باز خودش از او پهنها و از او خدمت راز کنم چیزهایی است که باعث پیشرفت اسلام میشه وقتی تعالیم مردم دیدن در مقابل مهم. تعالیم خرافی و پر از بدبختی و مشکلات خودشان دیدن که نه بابا این تعالیم مثل خورشید است و تعالیم اینها اصلا با یک چراغی هم نیست تاریکی مطلقه پس بنابراین این عوامل نقش داشت این عوامل بیرونی بسیار از عوامل بیرونی نقش داشت تا ای که اسلام عزیز وقتی آمد همه دور شمع وجود ناظرین پیغمبر پروانوار چرخیدن و در گسترش اسلام و در تقویت اسلام نقش داشتند. از این که بگذاریم باز برمیگردیم به قرآن یکی از عوامل که در پیشرفت پیامبر و پیشرفت دین اسلام نقش داد نصرت الهیه نصر صریح قرآن میفرماید انا لننصر رسولنا انا جمله جمله اسمیه ها. یعنی تأکیده. هماناما همانا به درستی باز میگه که لنن سرو باز یک تأکید دیگه, تأكیده دیگه تأكیده میاره بانه. ما نصرت میکنیم یعنی یاری میبخشیم کی را حتما, حتماً رسولان من را کسایی که کس از طرف ما پیغمبر بودن فی الحیات دنیا البته والذین آمنو یعنی هم پیغمبر را و هم کسایی که ایمان آوردن باره. هم در دنیا و هم در آخرت یوم یقوم الاشهاد که منظور آخرت هست. پس نصرت خدای تبارک و تعالی این پیغمبر را باعث میشه که خدمت از کنم گسترش پیدا کنه اسلام از در جای دیگه هم قرآن میگه انهم لهم المنصورون همانا این پیامبران اینها به تأکید یاری شدن از جانب خدای تبارک و تعالی پس نصرت الهی میتونه از عوامل عمده در گسترش اسلام و در که اسلام در قلب و جان مردم نفوذ کنه حالا ممکنه شما از ما سوال کنید که این نصرت هایی که خدای تبارک و تعالی به پیامبر عنایت کرد کجایه مه. اگر قرار باشه ما قلم بگیریم و نصرت هایی که خدای تبارک و تعالی از ابتدای زندگی پیامبر تا زمانی که جان جانان را به جان آفرین تسلیم کرد نوشته کنیم خودش ممکنه مصنوی هفتاد من شود در همو زمان ابتدایی که پیامبر گرامی اسلام به رسالت مبعوث شد خب شما که پیامبر مجبوری به هجرت شد قبل از اینکه مجبور به هجرت شود خدای تبارک و جان و دل مردم یثرب که یسرب نام داشت که بعدان شد مدینه النبی نبی بعدان شد مدینه جان و دل این مردم را برای پذیرش اسلام آماده کرد چرا؟ چون همو جنگ های خانمانسوز ست ساله و کمتر بین از در جریان بود و اینا به ستوه آمده بودن بانه بانه. وقتی عدی از اینا در سال یازده هجری آمدن در مدینه در عجب تعالیم خوبی دقیقا او چیزی که پیغمبر میگوید به درد ما میخوره و جامعه عقب افتاده درگیر جنگ ما را که از نظر اقتصادی هم فلجیم نجات, نجات, خواهد داد با پیامبر نشستم دیدن حرفای خوبی میزنه در سال دوازده هم دوازده نفر در که عقبه اولا در اونجا با پیامبر نشستن صحبت کردن بیعت کردن عقبه که میگه یعنی یک گردنی است که بین مکه و منایه در اون گردن دور از چشم مشرکان قریش اینا نشستن و پیمان بستن در سال دوم که سال سیزده هم به اصد باشه در عقبه دوم هفتاد نفر یا هفتاد دو نفر هم از اوس و هم از خجرت خزرج با پیامبر پیمان, پیمان بستن شدن. که بیا ما همون رقم که از خود ما از جان ما از فرزندان ما از ناموس ما در مقابل دشمن حمایت میکنیم از شما هم از شما حمایت همارد. میکنیم این زمینه را آماده کرد برای هجرت پیامبر گرامی اسلام در هجرت پیامبر هم رقم بود پیامبر او شبی که قرار بود که ادهی تروریست بریزن و پیامبر را تکه تکه کنند شهادت برسانند و طوری هم برنامه ریزی کرده بودند که خون پیغمبر بین کلگی قبایل پخش شود که بنی هاشم زور و توانم نداشته باشه ام. که از کلگی قصاص کنه مجبور یک خونبه بگیره و قضیه ام. خلاص شود, خلاص شود. خب این جریان پیامبر با حضرت علی علیه السلام در میان گذاشت که من شب قرار است که هجرت کنم خانه را ترک کنم و شخصی را میخواییم که از خودم باشه مثل خودم باشه و در بستر من بخوابه علی علیه السلام نگفت چون و چرایی نکرد که ای پیغمبر چی میشه سلیمت چی میه گفت من اگر بخوابم شما جان سالم بدر میبری گفت بله یعنی خدای تبارک و تعالی محبت و دلاوری و عشق را در جان و دل علی جوان قرار داد که فدایی پیغمبر شود حالا بعضی ها میگه که ایخ کدم فضیلتی برای علی علیه السلام نیست میگیم چطور فضیلت؟ میگیم میفهمید خب از کجا میفهمید؟ چون پیغمبر گفته بود خب بابا خواست یک فضیلت را از علی بگیری فضیلت دیگری را برای علی اثبات کردی و او این است که علی علیه السلام به گفته های پیغمبر ایمان, ایمان دارد باید دنیا خوابید و شمشیر رو برهنه بله و اتفاقا جریان شبویه که آمدن فقط می جوان مردی داشتن که در خواب کسی رو نمی کشتن. تا او پتو یا برد یمانی رو وقتی کنار زد دیدن علی گفتن این جوان جهان خودش را فدای محمد صلی الله علیه و سلم کرد خب خلاصه در غار ثور پیغمبر قرار گرفت اونجا نصرت الهی بود مشرکین تا دهانه غار آمدن انکبودی تار تنید کبوتری در اونجا تخم گذاشت آمد در نبا و اگر کسی داخل این غار رفته باشه که بالاخره مهم. ای تارهای انکبوت باید پاره شده باشه یعنی آه... کبوتر اینجا چی میکنه به هر حال تمام اینها نصرت الهی مهم. در بعضی از غزوات هم دیده میشه که میخوایم براتون بگم خدای تبارک و تعالی در جای دیگر میفرمای سوره آل عمران آیه 123 و لقد نصرکم الله فی بدر خداوند شما را در بدر نصرت داد و انتم ازله و حال که شما ناتوان بودید زلیل بودید یک جای دیگه باز در جای دیگه میفهمید لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره خداوند شما را در جایهای های بسیاری نصرت داد و یوم حنین در روز حنین در روز حنین چی اتفاق افتاد قرآن میگه یعنی ما تاریخ نمیگیم که ممکن در این تاریخ گپی سخنی و داستانی باشه میگه از اعجبتکم کثرتکم وقتی اینا دیدن که ما دوازده هزار نفر یا بیشتر به عجب افتادن گفتم بله دیگه صد در صد ما پیروز استیم از اعجبت کم کسرت کم فلن تغنی عن کم شیعا اما ای کسرت شما ای زورمندی شما بازم از شما کد شما مشکلی را حل نکرد که سبب افزودن مشکل شد و زاقت علیکم الارزو به ما رحبت میگه شما دوازده هزار نفر تعمل. بودین و عجب افتادین از خودتان گفتین دیگه دیگه حتما ما پیروز هستیم یعنی عوج بین انسان کار خودش از کار خودش عجب بیا من ما دوازده هزار نفر ما که دیگه اینا رو انشاءالله میتونم لطفار میکنیم به تعبیری و چون این فکر در اینا شد از دشمن شکست خوردم. چنان شکستی که میگه زمین به او بزرگی برای از اینا تنگ شد دنبال یک جایی میگشتم که پناه ببرن همینجا هم خدای تبارک و تعالی میگه ما به شما نصرت عطا کردیم و شما را یاری دادیم اصلا. البته میگه ثم ولی مدبرین حتی پشت کرده بودیم در حال فرار بودیم اصلا. پس نصرت های الهی در زندگی پیامبر گرامی اسلام اله ماشا الله هست بسیار عالی تشکر میکنم استاد محترم و باز هم رسیدیم به زمان میان برنامه و تنفسی داشته باشن بینندگان عزیز مطالب مطالب ارزنده ای هستش انشاءالله با تعمل بیشتری ما گوشی جان بسپاریم به مطالب استاد محترم و بعد از دیدن میان برنامه در خدمت شما خوبان خواهیم بود همراه ما باشید ای آسمان مبارکت باد این روز و همه روز چه هدیه ای خاک نشینان مفروک را این عطر حضور کیست که عرش را به هیجان آورده است ایام بکام ای درخت نبوت و توبای صداقت شاخه هایت پربار که امروز گل کرده ای به وجود زیباترین مولود هستی مولود حرم مولود آسانه افت و ایمان می خانمت نام تمام زیبایی ها درود خدا بر تو باد آنگاه که پیشانی ارادت بر خاک نهادی تا شکوه بندگی را به جای آوری درود خداوند بر تو باد آنگاه که مادر را سلام گفتی و فرشتگان به تحسین جمال بیمثالت پرداختن درود خدا بر تو باد آنگاه که زمین از نعمت حضورت در کائنات برخوردار شد و آسمان به میزبانی زمین قبطه درود خداوند بر تو باد آنگاه که خانه دوست آکنده از عطر عاشقانگی ها شد و نجوای نمازت دل از آسمان رو بود درود خداوند بر تو باد آنگاه که زبان به حمد و یگانگی خداوند گشودی و عطر توحید کوچه های مکه را فرا گرفت درود خداوند بر تو باد آنگاه که زخم بیشمارت عشق را به تماشا فراخواند و عاشقانگی از افسانه به حقیقت پیوست درود خداوند بر تو باد آنگاه که قربت به قصد قربت برگزیدی و برکت وجودت تاریخ را به مبدعی از نور راه نما شد درود خداوند بر تو باد مادامی که حیات در کائنات باقی است تو شکوفایی تاریخ مسلمانانی تو فرستاده عشقی تو خود قرآنی تو نبودی که جهالت همگان را میکشت ای تو تطهیرگر جامعه انسانی سلام مجدد از میکنیم خدمت شما بینندگان محترم با موضوع عوامل موفقیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سلم در خدمت استاد محترمون هستیم استاد شاید سوال به ذهن بینندگان برسه شما دو تا از عوامل مهم بررسی کردین در دو قسمت عوامل بیرونی و نصرت الهی خب شاید این سوال بیای که خب اگر این عوامل آماده باشه کلگی دنبالی باشن که جنگ و اینا خلاص شود از این طرف هم خداوند خب محبت میکنن نصرت میکنن خب پیروزی میاره خب اینجا هر کسی در جای پیغمبر اگر باشه شاید همین نتیجه به بیایه آیا کدام شخ... مشخصه خاصی هم خود وجود مقدس پیامبر داشتن که مکمل اینها باشه ما یک اشارگه که بسیار کوچک کردیم من. قبلش به شخصیت نازنین پیامبر در قبل از اسلام یعنی شخصیت خود ساخته بود زمینه ها را به وجود آورده بود این رقم نیست که خدای تبارک و تعالی در دل یک سنگ خارای یک گل سبز کنه میگه باران که در لطافت تبعش خلاف نیست در باغ لاله روید و در شورزار خص بنابراین پیامبر گرامی اسلام وجود خودشان را به باغ تبدیل کرده بودند ام. در اثر مجاهدت در اثر تلاش در اثر ظلم ستیزی که پیامبر در یک پیمان قبل از اسلام بله. حلف الفضول در او پیمان اشتراک داشت یعنی از کسایی که مورد ظلم قرار می گرفت، حمایت میکرد و در مقابل ظالمان استاد می شود. پس او خمیرمایه باید در وجود پیامبر می بود که بود و این خمیرمایه را پیامبر رشد داد برعکس کسای دیگه ای که درست داره جوانی داره قدرت داره زور داره اما فرعون میشه میگه انا رب بکم الاعلا نمرود میشه در جنگ با خدای تبارک و تعالی میره خسرو پرمیز میشه نامه سراسر مهر و پیامبر مهربانی ها و رحمت را پاره میکنه و مچاله میکنه و دو دور میاندازه میگه انا کسرا من کسرایم من شاهنشاه هم چطور یک عرب به ما نما نوشته و اگر ای واقعا در وجود خودش طلا می داشت مس نمی بود یک دقتی می کرد حتی می باز کش کنیم مم. چی میگه بنده خدا و پیامبر این گونه بود حالا ما رسیدیم به عواملی که به شخص شخیص و نازنین پیغمبر تعلق داره است که بازم در این ما نصرت الهی را هیچ وقت منکر نیستیم چون اگر نصرت الهی نباشد که هیچ سنگ روی سنگ بند نمیاد اما تلاش خود انسان هرچی مضاعف شود نصرت الهی بازم زیادتر می شود باز میریم سراغ قرآن قرآن میفرماید در سوره آل عمران آیه 159 بسیار زیبایه برای مدیرانی که امروز که قصد مدیریت داره ای آیه را باید همیشه آویزی گوششان قرار بدن و همیشه تلاوت کنند و سعی کنن به ای آیه عمل کنن میگه ما رحمت من الله پس به خاطر رحمت الهی که بر تو داشت ای پیامبر ما داشتیم لنت لهم تو در مقابل عرب سوسمارخور جنگجوی شرابخور نمیدونم قمارباز چیزای دیگه نرم شدی فلو کنت فزن اگر تو درشت خوی می بودی و سخنان درشت می گفتی مثل خودشون یکی اونا می گفت چهار تای دیگه شما می گفتی دو, می گفتی. دو می گفتی. تا اونا می, می گفت شش تای دیگه شما می گفتی که دیگه سنگ روی سنگ بند نمی آمد ولو کنت فزن اگر تو فز می بودی یعنی سخنان درشت می گفتی درشت خوی بودی غلیز القلب می بودی سنگ دل مثل از اونایی گفت ما یازده دختر زنده به گور کدوم فقط آخری که دختر جوانی بوده کمک دلم سوز یازده دختر زنده به گور کرده آه. و جنگ های چندین ساله اینا داشته مثل رحم در اینا وجود نداشته میگه اگر تو هم قرار می بود سنگ دل می بودی مثل از اون آور می بودی لنفز من حولک همه از دور برد می پراکنده می یعنی باید انسان نرم خویی و شیرین زبانی و صفای قلب باید داشته باشه تا دور بر انسان جمع شوند حالا میگه اینا رو پیامبر داشت پس پیامبر نرم خوی بود پیامبر سخنان زیبا میگفت با متانت صحبت میکرد با ادب صحبت میکرد هیچ و خلف وعده نکرده بود پیغمبر به وعده خودش عمل میکرد به همه زودتر سلام میکرد حتی به کودکان حتی به ناتوان ها و هیچ کس در تاریخ پیدا نشد که بیاید جلوتر بر پیغمبر چی کنه سلام کنه خب مردم دور چنین آدمی جمع میشه نه دور آدمی که متکبرانه استاد باشه و منتظری سلام اهل و عیال و خانواده و زیر دستا باشه حالا در ادامه خدا میگه فعفو عنهم ای پیغمبر و بود پیغمبر این گونه میگه اگر یک کسی اومد اشتباهی کرد غلطی کرد خبتی کرد و عنهم ببخش اوره نه, نه تنها پیغمبر اهل بخشش بود یعنی گناهان نمیبخشید حمزه سید شهدا را وحشی و بدترین وضعیت به شهادت رساند بدنش را مسلک کرد یعنی گوش و دماغ و بینی و جگرگای حمزه را در آورد جگرش داد به او ملعونه ای که جگر حمزه را به دندان گرفت سر از گپا انقدر پیغمبر بخشید بخشید که ای به تمه افتاد گفت برم منم ممکنه پیغمبر ببخشه وقتی آمد بخشید پیغمبر ولی گفت یک شرط داره که پیش چشم من نباشی یعنی من از خونت گذشتم از قصاص گذشتم از اون کارهایی که تو به حمزه سید شهدا انجام دادی به گذشتم مقصد پیش چشم من نباش و این سالهای سال دور از پیش چشم رسول خدا صلی الله علیه و آله سلم زندگی کرد یا در روز فتح مکه وقتی که مسلمانان با غرور با تمام وجود آمدن وارد مکه شدن و مکه را فتح کردن یکی صدا زد گفت الیوم یوم الملحمه امروز روز انتقام است انتقام میگیریم پیغمبر گفت نه 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 گفت شعار عوض کنید الیوم یوم المرحمه لا. امروز روز رحمت روز بخششه هر کسی که در خانه ابو جمع شود و با ما نزاع و درگیری نداشته باشد در, در امان کسایی که یک عمر با پیغمبر فعف عنه ببخشینا تازه از این بالاتر چی میگه و تغفر لهم یعنی <applause> بخشیدی که هیچی ب... چی بعد دست به دعا بردار بگو خدای ردایت کنه خدای بهتر شوه و خب خیلی حرفه خیلی انسان ببخشه, ببخشه. علاوه بر بخشش برای ترقی پیش و پیشرفت او نفر دعا کنه ما باشیم که میگیم سر بتنش تنش نباشه, نباشه. لی شوه ولی میگن طرف م. زیر ماشین شوه آسفالت کفی سرک و خیابان شد اما پیغمبر رو نمیگه میبخشه و دعا هم برای اونا میکنه و باز جالبه خو ایناست که از پیغمبر یک وجود نازل میشه که دور شب وجود پیغمبر سلمان فارسی گبرزاده که معلوم نیست پدرش کیه مادرش کیه در تحت تعالیم پیغمبر میشه سلمان مننا اهل البیت سلمان محمدی و شاورهم فی الامر میگه اگر یک امر اتفاق افتاد جنگی بود نزاعی بود درگیری چیزی بود پیغمبرها آورنده وحی با جبرئیل در ارتباطه با خدای تبارک و تعالی در ارتباطه صاحب قرآن عقل کله اما میگه ای پیغمبر مشورت بگیر مدیرای امروز مشورت باید بگیره از خطا باید بگذره دعا برش بکنه قصیل القلب نباید باشه خوش زبان باید باشه میگه با شاورهم هم فل امر در امورات با اونا مشورت کن خیلی ارزشمنده که شما پایین دستیای خودت بگین بیاین اقلای خود روی هم دیگر بگذاریم یعنی شما با اونا چی میده حسین ساید؟ شخصیت میده بگه بله و کسی که شما شخصیت بتین قطعا او سعی میکنه با همو وضعیت بالا بیاید اگر به با کسی توهین کردی اگر کسی رو تحقیر مورد تحقیر قرار دادی اقده میشه برش فردا و اقده سر شما اگر نتانه سر بنده سر بنده اگر نتانه سر یک کسی دیگه و اقده خود بالاخره چی میکنه؟ خالی میکنه لذا میگه به یتیم کسی که پدر نداره بسیار باید توجه کنی چرا چون عقده بی پدری فردا ممکنه سر باز کنه و جامعه رو به آتش بکشه میگه و شاور هم فی الامر و جالب هم است میگه موارد زیادی که پیامبر گرامی اسلام مشورت کرد در یک نمونه جنگ احزاب و جنگ خندق ها. از کل احزاب که میگن یعنی حزب های مختلف یعنی هر کس با پیامبر گرامی اسلام کوچکترین مشکل داشت اینا جمع شدن پشت در پشت همدیگر قرار دادن گفتن میریم مدینه به تعبیر امروز این که مدینه نمیره کمی پاک و صاف جارو میکنیم میندازیم و واقعا مرقم بود پیامبر وقتی به مشورت نشست یکی یک بله یک گفت بریم بیرون یک گفت بشینیم داخل یک یک چیز یک چیز, چیز دیگه سلمان فارسی و سلمان محمدی گفت ما در ایران برخی از اوقات اگر که نمیتونستیم بریم بیرون کم بود تعداد ما در شهر میماندیم و جاهایی که از شهر ممکن بود مثلا از, از اون جاها رسوخ کنه سپا خندق میکندیم تصویب شد خندق کنده شد احزاب وقتی آمد یک دفعه به خندق اصلا خندق کندن در, در عربستان اصلا سابقه نداشته با. با. و تنها کسی که توانست از خندق عبور کنه عمر ابن بود که باز به با دعای رسول خدا و شمشیر ناظرین و قدرتمند علی ابن ابی طالب علیه السلام سلام به خاک افتاد و کشته شد و این جنگم به پیروزی مسلمانان خرم شد نگه پس با اونا مشورت کن و که کردی فاذا عزمته وقتی که عزمت جزم کردی فتوکل علی الله پس بر خداوند توکل کن ان الله يحب المتوکلین خدای تبارک و تعالی متوکلین رو دوست داره خو هر کس این اخلاق داشته باشه که پیغمبر در اوج داشت این اخلاق بله. رو. هر کدام از ما این اخلاق, ای اخلاق داشته باشیم باعث عزیم. میشه که دور بر ما جمع بشه افکار و اندیشه های ما به سرعت در بین مردم رواج پیدا کنه و مردم با ما هم داستان شده به تعبیر امروز فالوور ما شده بله. درست بله, بله. بله. که استاد محترم میفرماین کنندگان خب خصوصیات شخصی پیامبر شاید خیلی زیاد باشه که ما در برنامه های چند دقیقه ای بتونیم بحث کنیم حتی ما یاد می ما با اساتید کارشناسان دیگه برنامه های شاید 200 300 برنامه بله. فقط در خصوصیات شخصی پیامبر بله بله. داشتیم ما ما و یک مورد مگر چند مورد شبه بله انتخاب یک مورد دیگه مگر وقت است بله. بغویم. یک دقیقه دیگه زمان خب، یک مورد دیگه همدردی با مردم یعنی پیامبر با مردم همدرد بود قرآن میگه لقد جاءکم رسول من انفسکم میگه برای شما یک رسولی از خودتان از, جانتان از نفستان آمده خوی رسول چیکار میکنه عزیز علیه ما عنتم سخت است بر پیغمبر به مشکلات افتادن شما یعنی پیغمبر وقتیش میبینه شما تو به بت سجده میکنی پیغمبر ناراحت میشه وقتی پیغمبر میبینه که جنگ پیغمبر ناراحت میشه میگه حریص علیکم حریص علیکم حریص بر شما از چی بابت حریصه جمع کردن پول قاپیدن پول شما نه از این که شما هدایت شوید حرص میخوره پیغمبر دیدی انسان چقدر برای جمع مال و دارایی حرص میخوره تلاش میکنه پیغمبر دقیقا برای هدایت بشر حرص میخورد بعد میفرماید که حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم و منان رعوف و مهربان و رحیم بود پس احساس هم دردی کردن در کنار مردم بودن برای مشکلات گرفتاری مردم ناراحت شدن و سعی کردن برای که مشکلات و گرفتاری مردم حل شده خوبی از انسان یک شمعی گرم آتش افروزی می سازه نه نه. که پروانه ها دور ای شم جمع میشن وگرنه نه پروانه هر جای جمع نمیشه, نمیشه. نمیشه تشکر میکنم محترم. محترم و همچنین از همه شما از که همراه برنامه خودتان بودید در روز بزرگ و در شام بزرگ میلاد حضرت و برنامه ما ختم میکنیم با دو به که گفت روی چو عطر گل حیاتی دیگر در مکه و یثرب برکاتی دیگر بر خاتم انبیا محمد صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد بر حضرت صادق صلواتی دیگر اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم تا دیدار بعدی همه شما عزیزان را به خداوند مهربان می سپاریم خدای رو نگهداریم.